سلام، خوش اومدید همگی به یک ویدیو جدید از یک روز دیگه بازی فورتنایت. مثل همیشه خبرهای خیلی عالی دارم که میخوام در موردش با شما صحبت کنم، که فردا دیگه باید خودتون بدونید یک روز بزرگ برای بازی فورتنایته، به خاطر اینکه ددپول قراره بیاد به داخل بازی و خیلی چیزای عالی قراره به بازی اضافه کنه، که غیر از تغییر کردن قسمتی از مپ قراره چیزای جالبی هم شما توی بازی ببینید، که بهتون بگم فورتنایت خیلی برای ما برنامه ریخته و فقط یک اسکین ددپول نیست که به ما قراره بده. ویدیویی از مایدس در فایلای بازی پیدا شده که مایدس یه کار خیلی عجیبی انجام میده و ما رو یاد چندین فصل قبل بازی فورتنایت میندازه، که خیلی عجیبه که چنین کلیپی پیدا شده در داخل بازی، که بهتون بگم واقعا باعث تعجب خیلی ها شده و به جایی که داستان رو یکم بهتر کنه بدتر کرده، که توی ویدیو کامل به شما نشونش میدم. اطلاعات بیشتری رو در مورد کنسرت داخل بازی فورتنایت پیدا کردم، که آهنگ‌هایی هم در داخل بازی پیدا شده که مربوط به این کنسرته، که تو این ویدیو بررسیشون میکنم. خیلی آهنگای جالبی هن و آهنگای بدی نیستن. در مورد ایونت روز رستاخیز هم اطلاعات جدیدی به دست آوردم که در مورد اونم صحبت میکنم و خیلی از موضوعات دیگه. بهتون بگم این ویدیو مثل ویدیوهای قبل پر از موضوعه و من سعی کردم که همه رو به کوتاه‌ترین صورت پوشش بدم. ویدیو قبلی که واقعا منفجر کردیم، بیایم همه تون یک لایک به ویدیو بدیم، ببینیم تو این ویدیو چیکار میکنیم. و اگر تازه با کانال آشنا شدید، سابسکرایب رو فراموش نکنید بزنید، کاری نداره و واقعا به 6000 تا ساب خیلی خیلی نزدیک شدیم. مرسی از همتون و بدون هیچ مطلی دیگه ای بریم ببینیم توی فورتنایت چه چیزای جدیدی در مورد بازی پیدا شده و ما باید حتما بررسیشون کنیم. خب اولین موضوع رو من میخوام با بازم جوکای اپریل فولز استریمرها شروع کنم، که فیز جارویس رو فکر کنم دیگه بشناسید. فیز جارویس کسی بود که از بازی فورتنایت بن شد به خاطر اینکه چیت کرده بود در بازی‌های معمولی برای اینکه از روش ویدیو درست کنه، و فورتنایت هم برای اینکه هم درس عبرتی برای دیگران بشه و هم فورتنایت کامل بنش کرد. توی توییتر همونطوری که روی صفحه می‌بینید نوشته که از فورتنایت آن بن شده، بعدش هم نوشته که آ فکر کردید که من به خاطر اپریل فولز میگم، که واقعا به خاطر اپریل فولز گفته و آن بنش نکرده بازی فورتنایت. خیلی برای من جای سواله که چرا فیز هنوز تلاش نکرده که با فورتنایت و اپیک گیمز صحبت کنه که آن بنش کنه، چون فیز خیلی قدرت داره تو این کارا، فعلا سعی نکرده کاری رو انجام بده. این بود از فیز جارویس. ولی من یه خبر دیگه ای هم دارم که ربطی به اپریل فولز نداره، یک هفته قبل حرفش شده، و اون خداویسی لیکوید پوچ، برنده چندین دوره مسابقات فورتنایت سامر اسکرمش که یکی از بزرگترین مسابقات بود قبل از جام جهانی، و چندین تا جام دیگر هم توی فورتنایت برنده شده، توی توییتر اعلام کرد که به صورت کامل از بازی فورتنایت میخواد خداحافظی کنه بعد از مدتی، و میخواد خود شانس خودشو توی بازی والورنت امتحان کنه. قبلا که گفته بود از مسابقات حرفه‌ای خداحافظی میکنه، و دلیل خداحافظیشو از بازی فورتنایت گفته که فورتنایت اون صورتی که مثل بازی‌های حرفه‌ای دیگه باید اهمیت بده به بازیکن‌های حرفه‌ایش اهمیت نمیده، و اصلا فکری به حال گروه‌های بزرگ مثل لیکوید فیز یا گروه‌های دیگه که توی جامعه فورتنایت هستن اعتنایی نداره، که این نظر اونه. چندین تا استریمر قبلی هم در مورد این صحبت کرده بودن که چنین چیزی داره توی بازی اتفاق میفته و میخوان از مسابقات حرفه‌ای فورتنایت خداحافظی کنن، که دیگه انتخاب اوناست و نمیشه کارش کرد. و فورتنایت به نظر من الان داره خیلی بازی رو بهتر میکنه اونطوری که داره معلوم میشه و ما داریم توی بازی میبینیم. از این موضوع استریمرها بگذریم، برسیم به موضوع بعدی که مربوط میشه به چالش های اسکایز در داخل بازی، که اسمش اسکایز ادونچر هستش، که دیگه همونطوری که میدونید هر پنجشنبه فورتنایت چالش های جدیدی رو به داخل بازی مربوط به باز کردن حالت شادو و گست اضافه میکنه، که شما با انجامشون میتونید حالت گست اسکیناتون یا حالت شادوش رو انتخاب کنید. بهتون بگم که این چالش ها دوتایی هستن، هفته بعد چالش قسمت دومش میاد و قسمت اولش هم این هفته است که اسکایز چالش اومده، و من یه کلیپی ازش دارم که داره با میاسولز بازی میکنه در کلیپی که در داخل بازی داره، که بریم با این کلیپ جالب رو ببینیم. و الان میخوام براتون چلنج ها رو بگم که چجوری باید انجامشون بدید، و یکی یکی با هم به پیش میریم و روش انجامشون رو به شما میگم، که خیلی چلنج ها توی این فصل راحته. در چلنج اول باید چست سرچ کنید در اسپای بیسز، که اسپای بیسز میشه
جاهایی که ام پی سی ها قرار دارن، این بات ها قرار دارن که میتونید جاهاش رو روی صفحه ببینید که توی این عکس مشخصه و برید اونجا چست پیدا کنید به اندازه 7 و این چلنج رو انجام بدید. در چلنج بعدی شما باید دمج وارد کنید به بازیکن ها به اندازه 400 تا با اس ام جی یا با پیستول، فرقی نمیکنه، به اندازه 400 تا که چلنج زیاد سختی نیست. برید تیم رامبل و کارو تموم کنید و بیشتر از 400 تا هم حتی میتونید وارد کنید. در چلنج بعد باید شما مارک کنید آنکامن، ریر و اپیک، حالت سبز، آبی و بنفش تفنگا رو مشخص کنید برای مثلا موقعی که به هم تیمیاتون یه تفنگ نشون بدید اونجوری مشخص کنید که باید این ستاش هم انجام بدید تا این چلنج رو بتونید کامل کنید. در چلنج بعد شما باید 75 تا متریال در 60 ثانیه اولی که لند کردید از بتل باس دریافت کنید که از بتل باس برای اینکه بتونید راحت 75 تا متریال از هر کدوم دریافت کنید بهتون پیشنهاد میکنم که جایی رو انتخاب کنید که هم سنگ داشته باشه، هم چوب داشته باشه و هم آهن، که من پیشنهادم به شما قسمتی از ویپینگ بوده که اونجا دوتا ماشین قرار داره و قسمت چوبی هم زیاده و سنگ هم اونجا هست که تو 60 ثانیه فکر کنم بتونید راحت اینو انجام بدید و هیچ مشکل دیگه برای شما نباشه. در چلنج بعدی شما باید خودتون رو مخفی کنید در این کاردبورد هایی که توی بازی هست، این جعبه هایی که توی بازی هست، در باکس فکتوری که میتونید روی صفحه جاشو ببینید که کجاست و اونجا برید خودتون رو مخفی کنید تا بتونید این چلنج رو انجام بدید، برید توش رو بیاین بیرون، از این راحت تر نمیشه. در چلنج بعدی شما باید از سیب ها یا از ماشروم ها، قارچایی که توی بازی هست، در اورچارد یا ویپینگ وودز استفاده کنید به اندازه 10 تا بتونید این چلنج رو انجام بدید که میتونید روی صفحه جاشو ببینید. در چلنج بعدی شما باید ویزیت کنید شارک و رپیدز رستو و گورجس گورجو که میتونید روی صفحه جاشو ببینید که کجاست، که باید همه اینا رو توی یه دونه بازی انجام بدید. در چلنج بعدی شما باید از والت برید بیرون از طریق اون درهای مخفی که در داخل والت ها وجود داره، یعنی اگر والتتون در مخفی نداشت که نمیتونید این کارو انجام بدید، برید داخلش اون سرویس بهداشتی ها و یه جای دیگه سر در بیارید که این چلنج رو انجام بدید. در چلنج بعدی شما باید ویزیت کنید اسکایز هاوستل کمپوزیتس که میتونید جاشو روی صفحه ببینید که کجا هستن و کاملا به نمایش در اومده توی این صفحه که اسکواتینگ داگز واقعا قشنگ نشون داده. در چلنج آخر شما باید بازیکن یا هنچمن رو با هارپونگان بکشید که بهترین را برید یه هنچمن رو پیدا کنید از این ام پی سی ها که توی بازی هستن و با هارپونگان اونا رو به طرف خودتون بکشید و با یه بار انجام دادن کاملا تموم میشه و دیگه نیازی نیست بازیکن واقعی رو بکشید. بچه ها این بود از چلنج های اسکایز که خواستم سریع برای شما توضیح بدم که هیچ مشکلی در انجام دادن چلنج های امروز نداشته باشید و این همه XP که داره رو راحت دریافت کنید تا XP و لولتون بره بالا. از این موضوع بگذاریم، برسیم به اطلاعات بیشتر مربوط به ایونت روز قیامت، روز رستاخیز یا روز نابودی، حالا اسمشو هرچی میخواین بذارید، که فورتوری اطلاعات بیشتری رو در موردش به ما داده و ما اطلاعات بیشتری رو در موردش به دست آوردیم که میگه 5 تا از اینا فقط دور ایجنسی وجود داره در داخل آب که هیچ جای دیگه ای از ما پیدا نمیشن، ولی قراره یکیشون بیرون بیاد از اتاق نزدیک به مایدس که کنار اتاق مایدس قرار داره و این اتاق در منو بازی قرار داره، که اینجاش عجیبه که در منو بازی چرا این اتاق قرار داره، و فکر کنم بعضی از ایونت ها در منو بازی هم حتی رخ میدادن، حتی ایونت اند گیم هم در منو بازی رخ داد که خیلی از بازیکن ها از منو دیدنش و خیلی تعجب کردن. علاوه بر این ما تونستیم یه چیز خیلی جالب رو در مورد مایدس پیدا کنیم. میدونید که داستان ما احتمالاً به مایدس هم یه چیزایش مربوط میشه که باز لیکرها تونستن یه چیز خیلی جالب و عجیب رو ازش پیدا کنن. نه تنها باعث بهتر شدن داستان ما نشده این، بلکه باعث گیج شدن بازیکن‌ها شده که آقا بلک نایت اینجا چیکار میکنه توی دست مایدس کلاش، که بریم با هم این کلیپ رو ببینیم تا من بیشتر در موردش صحبت کنم. خب همونطور که دیدید کلاهخود بلک نایت رو کردش طلایی و آویزونش کرد. در یک جا بهتون بگم که این کلیپ کامل نبوده و لیکرها فقط تونستن به صورت کاملا مختصر در داخل بازی پیداش کنن و هنوز کامل
نیست و فکر کنم روی یک جایی که لباس بلک نایت قرار داره گذاشت که اسکین بلک نایت به صورت آلتیمات در فصل ایکس بازی فورتنایت اضافه شده بود که حالت طلایی داشت. نمیدونم ارتباطش مایدس با چپتر یک بازی فورتنایت چیه که توی دستش یکی از اسکینای چپتر یک بازی فورتنایت بود و این فقط ما رو گیج‌تر میکنه که داره چه اتفاقی توی بازی میفته و مایدس اصلا چه ارتباطی با فصلهای قبل داره. که توی نظرات شما بگید نظراتتون رو که شما چی فکر میکنید در مورد این موضوع که مایدس دیگه با بلک نایت چیکار داره. توی این گیرودار و داستان رو برای ما بیشتر سخت‌تر کرده تا اینکه آسان‌تر کنه. حرف از مایدس شده بود، صندلی مایدس الان در جایی قرار داره که واقعا ما پیشبینیشو میکردیم. صندلی مایدس رو یه نفر دزدیده و برده در سالتی اسپرینگ گذاشته با آپدیت جدید که من یادم رفته بود در ویدیوهای قبل بررسیش کنم. میتونید روی صفحه ببینید آخر صندلی رو اون شخصی که خواسته بود بدزده با خودش برد و گذاشته تو سالتی اسپرینگز. نمیدونم حالا این دیگه قضیهش چیه، شاید خود مایدس برده، کی میدونه، شاید یه نفر داره صندلیشو ازش میدزده، شاید گروه شادو برده. نمیدونم نظر شما چیه، کی با وسایلای مایدس کار داره و داره اونها رو جابجا میکنه و از اتاق مایدس اینور اونور میبره. از این موضوع بگذریم برسیم به موضوع بعدی که مربوط به کنسرت در داخل بازی فورتنایت. اطلاعات خیلی بیشتری رو در مورد کنسرت در داخل بازی فورتنایت من پیدا کردم که میخوام برای شما بررسی کنم. همونطور که میدونید و در ویدیو دیروز هم من بررسی کردم، هایپکس چیزی رو به نام دی جی بوت در داخل بازی پیدا کرده که دارای حالت زیرنویس و مدیا پلیر هستش که آهنگ توش پخش بشه که ما پیشبینی کنسرت رو ازش داریم. و فورتنایت داره آزمایشایی هم در ریسک ریلز انجام میده، همونطوری که من در ویدیو قبلیم هم گفتم، و داره اونجا رو آزمایش میکنه برای اینکه اونجا یک ایونتی رو برگزار کنه. مثل همیشه یک لامایی که داره میپره و صداها رو داره تست میکنه، ولی ما تونستیم آهنگایی هم ازش پیدا کنیم. همونطور که روی صفحه میبینید لوکاس ویشی تونسته آهنگایی رو در فایل بازی پیدا کنه که مربوط به همین دی جی بوت که در داخل بازی وجود داره، و این آهنگا یکیشون که در داخل بازی بوده در یکی از جاهای مپ و یکیشون هم جدیده و توی بازی الان اضافه شده که مربوط به همین دی جی بود. که بریم با هم ببینیم این آهنگا چه شکلی هن. آهنگای بدکی نیستن، و ولی خلاصه معلوم نیست که برای تراویس اسکات یا نه، شاید تراویس اسکات میخواد با یک دی جی بیاد در داخل بازی، یا اینکه دی جی نیست و خود تراویس اسکات رو قرار ما توی بازی ببینیمش، و فورتنایت میخواد قبل از شروع کنسرت این آهنگای کوتاه رو پخش کنه که بازیکن‌ها اول یکم گرم بشن بعدن کنسرت رو اجرا کنه. یا اینکه یه احتمال دیگه هم هست که شما تو کامنت‌ها گفته بودید، ممکنه یه چیزی شبیه همون استار وارز باشه که فورتنایت میخواد در مورد ددپول توی بازی نشون بده که واقعا تئوری خوبیه، و ممکنه چنین چیزی هم اتفاق بیفته در داخل بازی، کی میدونه. فقط باید منتظر بمونیم که ببینیم فردا رو سرش تغییری ایجاد میشه، یا اینکه فردا اگر چیزی دیده نشه میمونه برای کنسرت و ایونت هایی که توی بازی قراره ببینیم. از این موضوع بگذاریم برسیم به موضوع ددپول که فورتنایت به صورت رسمی ریتوییت کرده حرف ددپول رو که میتونید روی صفحه ببینید. ددپول در توییترش زده استارتینگ تومارو، فردا شروع میکنه و ما قراره بریم به پارتی، آهنگ هست، موزیک هست، تاکو هست و خیلی ددپول هست اونجا، که خیلی ددپول هست و من برای شما توضیح میدم که این عکس هم گذاشته که خیلی جالبه، عکسی که خودش نقاشی کرده انگار ددپولو گذاشته برای فورتنایت یا تو کلا تغییر داده. و من نمیدونم این کوسه اونجا هست، ممکنه کوسه باشه دور ورش، یعنی ما بیفتیم تو آب کارمون ساخته باشه یا نه، که حالا باید ببینیم که چی میشه. و فورتنایت اینو ریتوییت کرده با شکلک دوتا چشم که دیگه به صورت کاملا رسمی تایید شد که قراره چنین چیزی اتفاق بیفته. ددپول قراره جایی برای استریم کردن داشته باشه، نمیدونم چرا چنین چیزی هستش، که میتونید روی صفحه جاشو ببینید که خودش کامپیوتر داره، خودش جای دوربین داره که بتونه مثلا استریم کنه، یا اینکه ویدیو یوتیوب ضبط کنه. نمیدونم ددپول میخواد چیکار انجام بده توی این یات و فورتنایت براش قرار داده. من دیروز یه کلیپی نشون دادم که این قسمت ها درش قرار نداشت. بهتون بگم که فورتوری واقعا قشنگ این کارو انجام داده که قبل اینکه اصلا یات تغییر کنه یاتو تغییر داده در داخل بازیش، که حالا یه ذره لگی هم بود. بریم با هم این کلیپ ها رو ببینیم.
خب همونطوری که دیدید قرار یات این شکلی بشه و من خبر خیلی جالبی در مورد یات برای شما دارم که بهتون بگم واقعا عالیه. هر کسی که بره تو یات میتونه از این تلفن‌های سیار که قسمت‌های مختلف مپ هم وجود داره ولی فقط در یات استفاده کنه و خودش رو تبدیل بکنه به ددپول و ددپول قراره باس در اینجا باشه که شما با کشتن ددپول میتونید هفتیراشو به دست بیارید که واقعا عالیه. الان میاسولزو انداخته بیرون و خودش اومده جای میاسولز، تفنگ دست اونه و با گرفتن تفنگ میتونید آخرین چالنجتون رو انجام بدید و اسکین ددپول رو به دست بیارید که از این بهتر نمیشه و قراره دیگه فردا ببینید و ازش لذت ببرید. میتونید ساپلای دراپ رو روی صفحه ببینید که فردا ساپلای دراپ ها تغییر میکنه و به این شکل در میاد و بتل باس هم تغییر میکنه که توی بازی میتونید بتل باس رو به صورت ددپول ببینید که روی صفحه مشخصه و میتونید ببینیدش که به نظر من ایونت خیلی بزرگی خواهد بود. حالا ببینیم چیزای رایگان چی میده بازی فورتنایت و بازی قراره چقدر تغییر کنه. و اینم بگم که هفته 8 ددپول چالش داره که با انجام دادن اون چالش ها میتونید حالت سوخته صورتشو بدون ماسک به دست بیارید که فورتنایت یه تغییراتی روش انجام داده که براش یک حالت غواصی گذاشته که بریم با هم کلیپی که اسکین تریکر تونسته پیدا کنه رو ببینیم. خب همونطور که دیدید حالت قواسیش هم بازی فورتنایت اضافه کرده که خیلی جالبه که ددپول اصلا چنین کاری میکنه به خاطر اینکه توی یات شاید میخواد شنا کنه و برای اونه. امیدوارم که همه از ایونت ددپول فردا لذت ببرن و با ایونت های دیگه هم هرچی زودتر به داخل بازی بیان. خب بچه ها سعیمو کردم که آخرین خبرها رو برای شما پوشش بدم، بگم که بازی خیلی پیچیده شده داستانش و از مایدس دیگه انتظار رابطه با بلک نایت رو نداشتم که قرار نبود ما چنین چیزی رو ببینیم ولی دیدیم. نظر شما در مورد موضوعاتی که در ویدیو قرار داشت چیه حتما توی نظرات بگید. یادتون نره که اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و اگر تازه با کانال آشنا شدید اون سابسکرایب رو حتما بزنید، مشترک بشید در کانال و منو دنبال کنید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، ویدیوهای قبلی رو هم حتما نگاه کنید. همتون عشقید. من سینا رو هستم و شما رو تا ویدیوی بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.